سلام، خوش آمدید. نهادهای مختلف تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج اجباری 100,000 مهاجر غیر قانونی افغان را خلاف اصول حقوق بشر دوستانه توصیف کردند. حکومت پاکستان در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر امسال پاکستان را ترک کنند، ورنه جایدادهایشان ضبط و خودشان بازداشت و اخراج خواهند شد. از کمیسیون حقوق بشر پاکستان گرفته تا سازمان عفو بین الملل، سازمان ملل متحد و وزارت خارجه ایالات متحده از حکومت پاکستان خواستند که این کار را نکند. حکومت ایالت سند پاکستان اخیراً گفت که حدود 1,800 مهاجر افغان بدون سند را دستگیر کرده و برخی از آنها اخراج شدند. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، از طریق اسکای با ماست. خانم اکبر، خیلی خوش آمدین. UNHCR گفته که پس از 15 آگست سال 2021 نزدیک 600,000 شهروند افغانستان به پاکستان رفتند. با توجه به این که به گفته نهادهای مثل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، این افراد عمدتاً از آزار و اذیت و شکنجه فرار کردند، اونا در صورت اخراج اجباری به نظرتان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد؟ سپاس از سوالتان. بله، یک عده زیاد مهاجرینی که در دوره اخیر در سال و بیشتر از سال گذشته به پاکستان پناه بردن به دلیل نگرانی هایی است که از ادامه زندگی در افغانستان دارن. بعضی ها کسایی هستند که از طرف طالبا بازداشت شدن، مورد شکنجه قرار گرفتن و بعد از آزادی افغانستان را ترک کردن. بعضی ها به صورت مخفیانه افغانستان ترک کردن با مشکلات بسیار زیاد. به همین دلیل یک گروه کلان آسیب پذیر هست که برگشتن به افغانستان ممکن است که دوباره جان خودشان و خانواده هایشان با خطر مواجه کنند. ما مستند کردیم در رواداری صدها مورد آزار نظامی های پیشین، در کنار از او کارمندهای حکومت پیشین، فعالای جامعه مدنی را، در بعض موارد متنفذین قومی را، حتی متنفذین مذهبی را از طرف طالبا. در این شرایط وادار کردن مردم به بازگشت اجباری به افغانستان مطمئنن اونا را در برابر خطر بسیار جدی قرار میده. اما شما میدونین که به دنبال پخش گزارش های متعدد از طرف نهادهای معتبر در مورد آنچه نقض حقوق بشر از طرف حکومت طالبان خوانده شده، حاکمان فعلی افغانستان این گزارش ها را به اساس خوانده و تبلیغ دانسته. به هر حال دسته دیگه افغان ها میدونین که از سالهای سال به این طرف در پاکستان بود و باش داشتند و در اونجا برای خود سرپناه و کاربار هم درست کردند. فرزندان تعدادی از اینا، فرزندان دخترشان به مکاتب و پوهنتون میرن. اما با توجه به این که در افغانستان این افغان ها نه سرپناه دارن و نه هم تجارت و کاروبار، و میدونین که درهای مکاتب و پوهنتون ها هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست، اخراج اجباری این دسته افغان ها چقدر برشان میتونه مشکل ساز باشه؟ با چه سرنوشت اینا مواجه خواهند شد؟ سپاس. خب در مورد اولی که اشاره کردین، یکی از موارد که حکومت ها یا افرادی که در قدر قرار دارن معمولا اتهامات یا گزارش های نقض حقوق بشر رد میکنن، ولی وقت و ردشان اعتبار داره که بتانن اسناد ارائه کنن از این که این نقض اتفاق نفتاده یا در مورد که نقض اتفاق افتاده اونا عمل کرده جدی داشتن. مثلا مسئله عفو عمومی بسیار واضح است که رعایت نمیشه. عفو به اصطلاح عمومی که طالبا اعلان کرده بودن، خودشان مکتوب دادن که درست رعایت نمیشه، ولی باز هیچ کس را به اتهام نقض عفو عمومی نه تحقیق کردن نه بازداشت کردن. هیچ پیگیری وجود نداشته در برابر آزار و اذیت و کشتار نظامیان سابق و سایر افراد که حکومت پیشین کار میکردن. در مورد مسئله دوم، طبعا بسیار مشکل است. مردمی که
شما فکر کنین طفلی است که در پاکستان کلان شدن، در موجه به جوانی رسیدن، زبان آموختن، بر خود در موجه یک آینده میبینن، خانواده هایشان سالها موجه زندگی کردن، از هر لحاظ به ما محیط خو گرفتن و در افغانستان آل خانه ندارن، سرپناه ندارن که با او برگردن، از حمایت های اجتماعی که مثلا اعضای خانواده و اعضای نزدیکان و بستگانشان شاید در افغانستان دیگه زندگی نمیکنه، برشان شاید بیخی نابلد و ناآشنا باشه زندگی کردن در افغانستان، برازنا اونا را وادار کردن و باگشت به افغانستان بسیار ظالمانه و غیر انسانی است. بله، بسیار زیاد تشکر. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به خبرنگاران گفت که همسایگان افغانستان به شمول پاکستان با مهاجران مطابق قوانین بین المللی رفتار کنند. فشارها به نظر شما چقدر مهم است در این شرایط؟ خب ادامه فشارها و ادامه گفتگو با حکومت پاکستان در این بسیار زیاد مهم است. منتها میخوایم یک نکته را ذکر کنم که امریکا هم صلاحیت اخلاقی چندان نداره که در مورد این مسئله صحبت کنه، به خاطر که هزاران هزار افغان که همراه امریکایی‌ها کار کردن یا در بی‌سرنوشتی در پاکستان به سر میبرن و یا اگر در امریکا منتقل شدن در اونجا هم سرنوشت آیندهشان معلوم نیست. به این دلیل وقتی که از کشورهای غربی فشار میاد سر کشورهای منطقه در مورد مسئله مهاجرین، این را به خاطر باید داشته باشیم که اوقدر اینا برتری اخلاقی در وضعیت ندارن، چون خودشان به وعده های خود وفا نکردن و برخورد خودشان با افغان ها در مقایسه مثلا با اوکراینیا بسیار بدتر بوده. ولی با وجود ازی، به خاطر که ارتباط نزدیک بین امریکا و پاکستان وجود داره، کمک مالی و نظامی کرده و میکنه امریکا و پاکستان، طبعا فشارش تاثیر داره. بله، شما میدونین که خب پاکستان از دهها به این طرف میزبان میلیون ها شهروند افغانستان بوده، اما سوال مطرح میشه که چرا در چنین مقطع زمانی حکومت پاکستان میایه و چنین تصمیم را میگیره؟ چه فکر میکنین؟ دلیل چیست؟ خب دقیقا سالها میزبان افغان ها بوده حکومت پاکستان و مردم پاکستان، و بخصوص به ویژه برای مردم پاکستان من فکر میکنم که یک میزان آدم باید میزان قدردانی داشته باشد در این مورد. ولی در طول سالها هم همیشه موارد بوده، وقتهایی بوده که حکومت فشارهای خود بیشتر کرده، اگر اخراج دست جمعی نبوده ولی آزار اذیت پلیس همیشه بوده، این که مثلا امکانات دوام زندگی به صورت قانونی را بسیار محدود میکردن، در موارد رشوه و فساد و اینا هم در پلیس پاکستان وجود داشته که معمولا مهاجرین و خصوص مهاجرین افغان هدف قرار میدادن. ولی که آل در این لحظه چرا به این وضعیت رسیدن، خب ممکن است عوامل بسیار باشه، من از یعنی تخصص در امور سیاسی ندارم و از بحث‌های داخلی سیاسی در پاکستان کمتر آگاهی دارم، منتها میفهمم که وضعیت داخلی در پاکستان بسیار زیاد بعد از میزان نارضایتی بالا رفته، فقر گسترده است، تنش‌های سیاسی بیشتر شده و بعض وقتا حکومت‌ها به خاطر از اینکه توجه را از ناتوانی خود و از مشکلات خود به سوی دیگر متمرکز کنند، یک هدف بسیار آسان متأسفانه مهاجرین هستند. حتی در کشورهای اروپایی هم ما می‌بینیم که وقتی حکومت‌ها خودشان پالیسی‌هایشان به افزایش فقر می‌انجامه یا میزان نارضایتی بالا میره، باز برای مردم خود و برای خشم مردم خود یک دشمن دیگر پیدا می‌کنند و معمولاً حملات در برابر مهاجران و یا پلیسی سختگیرانه در برابر مهاجرین بیشتر میشه. شما میدونین که در اوایل اکتبر بود که حکومت پاکستان از تصمیمش برای اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان خبر داد. فکر میکنین عملی هست با توجه به این مهلت زمانی کوتاه؟ خب از یک طرف خب از وقتی که اعلان صورت گرفته، گزارش‌هایی که ما داریم می‌شنویم به صورت پراگنده، البته ما در پاکستان گزارشگر نداریم، ولی به صورت پراگنده وقتی که می‌شنویم از مهاجرین در اونجا است که میزان فشارها افزایش یافته و یک تعداد افراد فرصت طلب چیزهای بخانه باشن یا مثلا پلیس باشه، از این اعلان سوء استفاده میکنن برای از اینکه فشار بیشتر کنن سر مهاجرین. حتی کسایی که به صورت قانونی در اونجا هستن موارد بوده که اونا بازداشت شدن از طرف پلیس، با وجودی که اسناد لازمه دارن برای اقامت در پاکستان یا برای زندگی در پاکستان. یک فضای ترس و ارعاب ایجاد کرده، یک فضای ناامیدی گسترده ایجاد کرده. یک تعداد کسایی که در پاکستان هستن منتظر یک
بعضی از روزها هستن به خاطر که به کشورهای سیوم جاگزین شوند، بر از اونها بسیار ترس کلان خلق شده که اگر در وسط پروسه مختل شد اونا دوباره به افغانستان برن، چطور دوباره برگردن اگر زنده بانن. از اون خاطر خودم ایلان تاثیر خود داشته دهی که زندگی مردم دشوار بسازه، تهدیدها را بیشتر کنه، فشار و سوء استفاده را بیشتر کنه. و اینکه تا چی عملی است، بسیار یعنی بسیار یک وضعیت دشوار است و یک وضعیت است که در واقع زندگی صدها هزار خانواده را مورد تحت تاثیر قرار میده و طبعا سر پلیس پاکستان هم فشار میاد برای عملی ساختن این تصمیم حکومت. و به دلیل هم تلاش ها بوده که دادخواهی شود داخل پاکستان، فعالای حقوق بشر، قاضیا، وکلای مدافع و همونطور که شما هم اشاره کردین کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان که ببینن که یادواری کرده میتونن که نه تنها این تصمیم غیر منصفانه است بلکه عملی هم نیست. اما انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در پاسخ به نگرانی ها و تقاضاها در این مورد گفته که خارجی های بدون اسناد اقامت قانونی باید اخراج شوند. عدم توجه مقامات حکومت پاکستان به نگرانی ها در مورد سرنوشت صدا هزار مهاجر افغان چقدر به حیثیت و اعتبار حکومت پاکستان زیان خواهد رساند؟ طبعاً به حکومت پاکستان آسیب میرسانه و باید به خاطر داشته باشیم که همیشه یک دید وجود داره که مهاجرین یک بار هستند. این واقعیت نیست. در پاکستان مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی میکنن، در اقتصاد پاکستان سهیم هستن، در سکتورهای مختلف کار میکنن و در وجه به انواع مختلف در اقتصاد پاکستان سهم میگیرن. تنها افغان ها نیستن که متاثر میشن از این تصمیم، پاکستانی ها هم متاثر میشن از این تصمیم. امی وضعیت در ایران هم هست که درست است که اونجا مثلا مهاجرین افغان بودن و زندگی کردن، سابق و آل هستن و تعدادشان شاید بیشتر هم شده در دو سال اخیر، ولی هر کس که اونجا هست اکثریتشان کار میکنن و کارهایی را میکنن که معمولا خود مردم محلی و کشورها انجام نمیتن به قیمت کمتر متاسفانه و به شرایط غیر منصفانه تر. از اون خاطر عواقب برای نه تنها برای حیثیت پاکستان بلکه برای اقتصادشان میتونه داشته باشه عملی شدن این تصمیم. مثلا اینه که واکنش طالباست که طبعا چند واکنش رسانه‌ای داشتن که کل ما دیدیم، ولی واقعا انتظار میرفت که بخصوص در وضعیت که طالبا در افغانستان فعلا سر قدرت هستن، این نوع یک برخورد از پاکستان کمتر انتظار میرفت به خاطر مرابطه‌ای که طالبا و سرای طالبا با حکومت پاکستان به صورت تاریخی داشتن. اعضای خانوادهشان در اونجا زندگی میکنه، بعضیشان سرمایه گذاری ها در اونجا دارن، بعضیشان ارتباطات نزدیک با اردو و نظامی ها در اونجا دارن و ای باز به کلی وضعیت پیچیده تر میسازه.